بر شما. 14 مهر ماه 1402 خورشیدی و 6 اکتبر 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به زخمی های بلوچستان و کارنامه مهسا مدیکال در این پیوند میپردازیم و به فساد نزدیکان محسن رضایی در صندوق بازنشستگی کشوری. با این اوضاعی که صندوق بازنشستگی داره و تظاهرات هر هفته بازنشسته ها، باری پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول هر هفته آخر برنامه. چرا هر هفته بازنشسته ها میان تو خیابون تظاهرات میکنن؟ چون پولی که ماهانه به حسابشون واریز میشه جواب نمیده و تازه این پول دولت میده. نخیر، خودشون قبلا از حقوقشون ماهانه دادن به دولت تا بعد از 30 سال کار و زحمت بتونن همون پولی رو که تو صندوق دولت ذخیره کردن ماه به ماه بردارن، زندگیشون معطل نمونه. پس مشکلشون چیه هر هفته میان؟ یک، پولی که میریزه دولت به حسابشون انقدر بیارزش شده که جواب نمیده. بنابراین هر سه شنبه میان داد میزنن که چرا قانون همسانسازی حقوق اجرا نمیشه، چرا با افزایش تورم و گرونی حقوق بازنشسته ها اضافه نمیشه، مگه پول خودمون نیست، چرا عادلانه بهمون بر نمیگردونین. دو، خواسته دیگر جامعه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اجرای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن دستگاه اجرایی مکلفند کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکلف آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند. خب، دو تا مهمترین یعنی بزرگترین صندوق های بازنشستگی در ایران، یکی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است، یکی صندوق بازنشستگی کشوری. تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاییز سال 1401 به بیش از 9 میلیون نفر رسید که نسبت به پایان سال 1400 بیش از 25% افزایش داشته است و شمار بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که اونم زیر مجموعه وزارت کاره بیش از 1,700,000 نفره، که فقط اگر خود حقوق بگیر و همسرش رو در نظر بگیریم و بگیم فقط پوشش همین دوتا نزدیک 3,500,000 نفر از این حقوق بازنشستگی 5 میلیون تومان زندگی میکنن. اما این که عرض کردم فقط یک گوشه کوچک آمار واقعی است. خط فقر در ایران بنا به گزارش های رسمی و غیر رسمی به 30 میلیون تومان رسیده در ماه. این در حالی است که حداقل دستمزد بازنشستگان در سال 1402 حدود 5,500,000 تومان اعلام شده. 18 صندوق بازنشستگی در ایران در مجموع 25 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر رو تحت پوشش داره. با توجه به نسبت تکفل، بحران منابع در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند زندگی 50 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. امسال کسری بودجه این صندوق‌ها رقمی در حدود 300,000 میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی شده که تا سال 1405، دو سه سال دیگه، کسری منابع این صندوق‌ها به 800,000 میلیارد تومان برسد. اولا اینا چرا کسری بودجه دارن؟ ثانیاً چجوری کسری بودجه‌شون رو تأمین می‌کنن؟ چون تعطیل که نیستن، تعطیل نشدن که، دارن پول میدن دیگه به هر حال بیمه شده ها، بازنشسته ها. دلیل کسری بودجه همه این سازمان ها رو که به ورشکستگی رسیدن، به آستانه ورشکستگی رسیدن اگر ورشکست نشده باشن، باید در برنامه دولت دید و اجازه بدین مستقل بررسیش خواهیم کرد. اینو بحث مفصلیش ما رو از این موضوع امشبمون دور میکنه. فقط این عرض میکنم که دولت طبق اعلام خودش 221,000 میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکاره. الان وبسایت دولت نوشته در 19 شهریور 1402
نوشته مطالبات صندوق‌های بازنشستگی در دولت روحانی 380 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به 448 هزار میلیارد تومان رسید و در دولت رئیسی تا کنون 210 هزار میلیارد تومان از این مطالبات تصفیه شده است ان شاء الله. البته حالا گیریم تصفیه شده 221 هزار میلیارد تومان به گفته خود دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی. یعنی چی؟ یعنی تو کارمند و کارگر هر ماه از حقوقت برداشته شده به عنوان حقوق بازنشستگی، به عنوان حق بازنشستگی از پیش حقوقت رفته تو صندوق بازنشستگی دولت، ولی دولت که باید سهم خودش رو میپرداخته میذاشته رو پولی که تو گذاشتی کنار، سهم خودش رو نپرداخته. حالا اینکه چجوری کسری بودجهشون رو تأمین میکنن، بخشش هر ساله دولت به عنوان پرداخت بخشی از بدهیش مثلا میده، بقیهش هم همینطور تلمبار میشه و مدام اضافه میشه. یعنی با افزایش جمعیت بازنشسته و نپرداخته شدن سهم دولت به صندوق ها، مدام این صندوق ها در حال ورشکستگی. بعد این صندوق ها میان برای اینکه تأمین بودجه کنن شرکت های سرمایه گذاری میزنن تو تولید، چه میدونم مثلا قیر سهیم میشن تا از فروش محصول سود ببرن. خب این تو بیشتر کشورها مرسوم هم هست، اما آیا در مرسوم، البته میدن سودشو میدن به سهامدارا، میدن به خود بازنشسته ها، میدن به غیره، هر کی که اونجا سهام داره به هر حال. اما آیا در جمهوری اسلامی این روند مرسوم در سلامت انجام میشه؟ یا هر شرکت و صندوق مثلا بگیم پشتیبان، یعنی همین صندوق های مثلا سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه، میشه یه حیات خلوت جدید برای دزدا؟ نعمت الله ترکی رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به اینکه 185 شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند که به منظور ایجاد درآمد پایدار تأسیس شدند، گفت از این تعداد، یعنی از 185 شرکت، فقط 17 شرکت سوددهی دارند و برخی هزینه ها را جبران می کنند و مابقی هیچ منبع درآمدی برای صندوق بازنشستگی کشوری ندارند. یکی از این شرکت ها سبا انرژی است که هولدینگ عظیمی است با تعداد زیر مجموعه و شرکت مرتبط که از طریق سرمایه گذاری در پتروشیمی مسجد سلیمان مثلا قرار بوده صندوق بازنشستگی کشوری رو از ورشکستگی نجات بده. اصلا به این دلیل این ارتباط برقرار شده، مشارکت به قول خودشون شده. پتروشیمی مسجد سلیمان از سال 95 بحثش بوده، سال 98 میرن بسازنش، به هر حال سال 1400 به بهره برداری میرسه. تولید اصلیش اوره و آمونیاک. سوم اسفند 1401 میز نفت نوشت یوسف داوودی مدیر عامل پتروشیمی مسجد سلیمان که اوائل سال جاری به دلیل تخلفات بسیار عزل شده بود، امروز به عنوان رئیس هیئت مدیره این پتروشیمی منصوب شد. ببینین حالا در ادامه برنامه فرصت شد جزئیات این که این چرا عزل شده بود و میگم این بابا اصلا مجرم از نظر دستگاه قضاییشون. عزلش میکنن از مدیر عاملی پتروشیمی مسجد سلیمان، بعد میکننش رئیس هیئت مدیره. به گزارش میز نفت، هلدینگ سبا انرژی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مالک بیش از 65% از سهام پتروشیمی مسجد سلیمان است. شنیده آکی از آن است که داوودی مالک 34.5% از سهام پتروشیمی مسجد سلیمان از نزدیکان محسن رضایی است. داوودی به دنبال افزایش سهام خود به حدود 50% است که در صورت افزایش سهام بخش خصوصی، یعنی همین فرد، عدم نفع این کار برای صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 3000 میلیارد تومان خواهد بود. مدیریت داوودی بر پتروشیمی مسجد سلیمان خسارت‌های 5000 میلیاردی به اموال بازنشستگان وارد کرده و علیه او نیز در دستگاه قضایی شکایت شده، پرونده داره از کرده، اصلا حکم صادر شد، مجرمه. برخی منابع از ارتباط صمیمی داوودی و نعمت الله ترکی رئیس صندوق بازنشستگی کشوری خبر میدهند. انتصاب این مدیر پرحاشیه، یعنی همین آقایی که از نزدیکان محسن رضایی است، انتصاب این مدیر پرحاشیه شایبه نزدیکی این دو را، یعنی ترکی و داوودی رو،
بیش از گذشته تقویت کرده است. البته عرض کنم که نعمت الله ترکی 7 مهر 1402 همین چند روز پیش از ریاست صندوق بازنشستگی استعفا داد. حالا باری با توجه به کارنامه یوسف داوودی در پتروشیمی مسجد سلیمان، انتصاب او به عنوان رئیس هیئت مدیره خب خسارت‌های بیشتری برای این شرکت و در نهایت برای بازنشستگان دارد. چند موضوع توی این خبری که من براتون خوندم تو چند خط هست، مطرح است. یک، این آدم یوسف داوودی کیه که 34.5% از سهام پتروشیمی مسجد سلیمان داره، حالا میخواد سهامشو برسونه به 50%، صحبت از فروش نمیدونم، گفته من 10% از سهامم میخوام بفروشم. حالا اگر سهامش به 50% برسه که یعنی از سهام 65% سبا انرژی که مال صندوق بازنشستگی کشوری است کم میشه و سود این آدم بیشتر میشه، یعنی بخشی از درآمد صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از 3000 میلیارد تومانه اینجا ها پولی میشه. دو، وقتی سهامش یک تنه نزدیک 50% باشه، تو تصمیم گیری هم دخالت تعیین کننده داره، هر کی میخواد میاره تو مجموعه، هر قرارداد با هر مثلا پیمانکاری یا هر شرکت که میخواد میبنده. و سه، دستش تو دست نعمت الله ترکی است که تا همین 7 مهر مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری بود. پشتش هم محسن رضایی، دبیر شورای عالی اقتصادی سران قوای کشور، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور آقا امیرالمؤمنین جهان اسلام علی خامنه ای. خب مگه از این آدم شکایت نشده به دستگاه قضاییتون؟ مگه به همین دلیل از مدیر عاملی خلع نشد؟ چجوری دوباره به ریاست هیئت مدیره منصوب شد؟ این دعوای بازی نیست این داستانا، این روند حیرت انگیز. دعوای گرگاست سر سفره بازنشسته های بدبخت. اول داوودی رو که ازش پرونده دارن از مدیر عاملی پتروشیمی مسجد سلیمان بر میدارن که مثلا فشار رسانه‌ای روشون کم بشه، از اون بعد به محسن رضایی میرقائد که سبزوار میرقائد که مسجد سلیمانیه قول میدن که جبران کنن این برداشتن نوچشو. بعد چند ماه میان همین آدمو میکنن رئیس هیئت مدیره همون پتروشیمی مسجد سلیمان که قبلا مدیر عاملش بود و ازش برداشتن. اینا بخش کوچکی از دعوای انصار ولایت برای گرفتن سهم شیر از پتروشیمی مسجد سلیمان. پتروشیمی مسجد سلیمان از هلدینگایی است که مدام تغییرات مدیریتی داشته. اگر بخواین موضوع رو دنبال کنین میریم میبینیم که چقدر مدیر عوض کرده، چقدر مدیر عامل عوض کرده، چقدر اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره. اینقدر بازی کثیف و پیچیده ای دارن این جماعت که فقط واقعا تو باندهای مافیایی و البته در جمهوری اسلامی ایران آدم میبینه. مثال بزنم و سریع بریم جلو. یه بابایی هست به اسم میثم مرید شوشتری از بچه های امام صادقی اطلاعات، این یه دوره میشه رئیس هیئت مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان. علی‌رغم تصمیم کمیته فروش به فروش اوره با قیمت هر تن 600 دلار و پیدا کردن مشتری در خرداد 1401، این آدم میره دلالی میکنه برای هر تن 420 دلار. یعنی چی؟ یعنی تنی 180 دلار ارزونتر از چیزی که توافق شده کمیته فروش اونجا گفته. هیئت مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان هم تصمیم کمیته فروش رو در واقع تصمیم خودش رو لغو میکنه، میگه هر تن 420 دلار میفروشی. میفروشه. سند رو ببینین دیگه. طبق این سند قرار بوده پتروشیمی مسجد سلیمان بابت فروش 40,000 تن اوره 24 میلیون دلار دستش بیاد. نمیاد. ما بقیش کجا میره؟ این فقط یک معامله است. ضرری که در فقط 2 ماه خرداد و تیر 1401 به پتروشیمی مسجد سلیمان یعنی به صندوق بازنشستگی کشوری میخوره. اصلا چرا معامله اینجوری میشه؟ فارغ از این که ضررش اساسا به صندوق بازنشستگی کشوری زده میشه که سهامدار اصلی است، این ارزون فروشی تا این حد همین میثم شوشتری میره با این افشاگران بعضی پرونده هایی که وزارت اطلاعات میخواد افشا بکنه، میشینه از نمونه های فساد در بانک سرمایه و خانواده شمخانی میگه تا بعدن مدعی بشه که من بودم افشا کردم. این همهشون میگم دستشون تو دست خودشونه، نمیتونم نگم.
این مؤسسه افشاگری که نمیدونم میلاد گودرزی و دیگران درست کردن، یا صراحتاً بیان بگن که مال وزارت اطلاعات نیست، یا بنده ادعا میکنم که همچنان بر ادعام اصرار میکنم که پرونده هایی رو شما افشا میکنید که وزارت اطلاعات میخواد یا اطلاعات سپاه به ویژه میخواد افشا بشه. من اشکالی ندارم به این که چه حکمایی براتون کی میبرن و فلان میشه و اینا. و همین آقای مورد شوشتری هم با شما اومد مثلا بانک سرمایه رو افشا کرد. بعد چی شد؟ یک همدست خودشون که از اول در جریان این بخور بخورا بود و تازه شده بود مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، یعنی نعمت الله ترکی، میاد برای حفظ خودش و باند محسن رضایی مرید شوشتری رو از ریاست هیئت مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان میندازه بیرون. وقتی میشه مدیر عامل میگه تو عرض و فروشی کردی، میندازه بیرون. به جاش یوسف داوودی رو میذاره که پشتش محسن رضاییه. بعد مورد شوشتری هم تو رسانه هاشون میگه چون من اولین کسی بودم که فساد بانک سرمایه رو افشا کردم، اخراجم کردن، خونه نشین شدم. هیچکی هم نمیگه تکلیف اون حقوق بازی و ارزان فروشی و ضرر نزدیک به 7 میلیون دلاری به پتروشیمی مسجد سلیمان چی شد؟ اون پول کجا رفت؟ اون 7 میلیون دلار که ما به تفاوت قیمت واقعی و توافق شده بود و قیمت اعلام شده فروش شماست، کجا رفت اون 7 میلیون دلار؟ و خیلی جالبه که بگم همون روزی که آقای محسن رضایی از مشاور اول اقتصادی دولت کنار گذاشته شد، همون روز یوسف داوودی از مدیر عاملی پتروشیمی مسجد سلیمان کنار گذاشته شد که گفتم الان شده رئیس هیئت مدیرش. مگه ول میکنن اینا؟ در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، روزنامه‌نگار افشاگری که با دقت تمام مسائل دنبال میکنن و ما همیشه مزاحمشون میشیم. آقای کلانتری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ببینید رابطه ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری با فساد ورشکستگی این پتروشیمی مسجد سلیمان چیه؟ عرض کنم خدمتتون که این سوال شما منو یاد اون ضرب المثل میندازه که به شطور گفتن چرا گردن کجه، گفت کجای من راسته که حالا شما گیر دادی به گردن من. ببین حقیقت اینه که علاوه بر شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد منفی اقتصادی، مثل تورم، عدم سرمایه گذاری، مدیریت غیر کارشناسی، تغییرات جمعیتی و غیره که دخیل در این امر، ما در کشور شاهد یه اقتصادی هستیم که 80% تولید ناخالص ملی اون زیر سلطه دولتی ها و شبه دولتی هاست. 70% بودجه دولت داره میره هزینه میشه برای شرکت های دولتی. صاحب منصبان چنین سیستم قدر قدرتی صاحب امضای طلایی هستن برای مزایده، مناقصه، ترک تشریفات، صادرات، واردات، تخصیص ارز، خصوصی سازی و هر چیز دیگه ای. در این دیوان سالی متورم قدر قدرت، فساد یک عاملیه که مثل کاتالیزور عمل میکنه و باعث میشه که اون سیستم نابود بشه. برای همینه که صندوق‌های بازنشستگی ما علاوه بر اون شاخصه کلان به شدت دچار فساد هستن و فساد اونجا مثل یک کاتالیزور عمل کرده و به این روز افتادن که آقای ترکی میاد میگه ما فقط در اینجا 185 شرکت داریم که 17 تاش فقط سود دارن، بقیهش دارن ضرر میدن. میرسه به این وضعیتی که الان در صندوق‌های بازنشستگی داریم و موارد فساد که حالا فراوونه. تو رسانه ها نگاه کنید پر، هر روز که شما هفته ای نیست که یک رسانه ببینی که یک فساد در یکی از مجزیر مجموعه های این صندوق‌های بازنشستگی کشوری یا لشکری منتشر نشه. یه نمونهش شما همین آقای افشاگری که با اون آقای گودرزی مثلا اون کلونی قضای امنیتی رسانه‌ای درست کرده بودن که مثلا افشاگری کنم، و این یه نمونهش که شما گفتید. حالا نمونه‌های دیگر هم در ادامه من خدمتتون میگم. آقای کلانتری من نامه ای رو میبینم که فرستادن آقای امیدوار رضایی برادر محسن رضایی برای سید محمد خاتمی، سید محمد خاتمی رئیس جمهور بسبق،
فرستادن، بعد گفتن که بذاریم ما پتروشیمی مسجد سلیمان را بندازیم. این بفرمایید از اینجا خواهش میکنم شروع بکنین تا فرصت داریم بپردازین به عرض کردم فساد این پتروشیمی مسجد سلیمان با این خاندان جلیل سلطنت محسن رضایی. بفرمایید خواهش میکنم. حالا در منظر اولیه‌اش من چون داشتم بررسی میکردم این بحث پتروشیمی رو، خب یه سری اسنادی جمع‌آوری شد، یه چند ماهی هم طول کشید که الان به این نقطه رسیدیم. شاید این نامه ها علاوه بر این نامه، ایشون بارها در مجلس تذکر داده به وزیر نفت، علاوه بر این حتی رفته در رسانه ها هم شانتاج رسانه‌ای کرده که آقا چرا سوخت نمیدید به این پتروشیمی، و به شدت دنبال این بوده چون ایشون نماینده مسجد سلیمان بوده. خب من فکر کردم خب این داره وظایف نمایندگیشو انجام میده. ایشون یعنی امیدوار رضایی؟ آره امیدوار رضایی. بله آقا امیدوار رضایی دیگه. بله بله. در یک پروسه به شدت با چون تو هیئت رئیسه مجلس بوده مجلس پنجم، نگو این که بعدها که مشخص میشه با تبانی با بنیاد تعاون سپاه و سردار اسقر صبوری مدیر عامل اون موقع میان و آقای محمد علی آستانه سهام پتروشیمی رو میدن به این آقای یوسف داوودی که اون موقع اتفاقا هم مجلسی ایشون بود، در مجلس بود اما از نجف آباد اومده بود در مجلس، ایشون هم مسجد سلیمان تو هیئت رئیسه. بعدها که و این ارتباط های اینها کشف میشه و نزدیکی اینها، میفهمیم که به هر صورت اینها اون تلاش اینها برای این بوده که بتونن بعدم یکی که عامل خودشونو بذارن اونجا و اون سهمی که به هر صورت از یکی از سهمهاشون هم از سفره مردم به اصطلاح بتونن که هم مدیریت کنن هم تحت کنترل باشه هم بتونن برداشت کنن. این کاری بوده که نقش آقای امیدوار رضایی بوده. اما آقای یوسف داوودی این خیلی جالبه، این یه کتابی نوشته نمیدونم چگونه سنگ لعل میشود و از این خاطرات و خاطرات انگیزشی توی اینستاگرامی تعریف کرده که نمیدونم من بچه روستازاده نمیدونم دامنه های کوهای زاگرس هم از این قصه ها تعریف کرده. اما اصلا جالبه در این دعواها که میگن آقا این فساد انجام داده این همه سوال و حالا میرسیم به اونا، هم یکی نمیاد بگه که آقای یوسف شما از کجا آوردی که صاحب پتروشیمی شدی؟ آقای یوسف شما از کجا آوردی که صاحب پتروشیمی شدی؟ پتروشیمی مسجد سلیمان همین قبل چیز، حالا ما برسیم به این تیکه هاش، شاید شما میگی 1400 رفته، نه این از 88، یعنی اینها در همون بوهبوهی که مردم درگیر بودن در جنبش سبز رفتن نشستن پای همدیگه فساد کرد. این یکی از شاخصه های مفسدینه، یعنی هر وقت که مملکت شلوغ میشه اینا میرن سر چپاول و بیت المال، میبینن که این رسانه ها و اینها زومشون از روی اینا فوکوسشون از اینا برداشته شده، میگن خب الان موقعیت خوبیه. و یه اتفاق عجیب غریبی تو 88 افتاده که اگه یه روز ساعت بخوایم بیام صحبت کنیم ببینیم چه فسادایی تشکیل شده، که یکیش هم همین بوده که این واگذاری این پتروشیمی بوده از بنیاد تعاون به این آقای یوسف داوودی. ببینین آقای کلانتری، در برای این که این از کجا آورده یوسف داوودی مالک 34.5% از سهام پتروشیمی مسجد سلیمان، این یک نکته. دوم این که همین که از نوچه های محسن رضایی است به نوشته رسانه های خود جمهوری اسلامی، اینو عرض میکنم. و یک نکته دیگر این که این آدم پیشنهاد میکنه که با صندوق بازنشستگی کشوری شریک بشن موقع شروع این کار، همین یوسف داوودی، و 65% سهام صندوق بازنشستگی کشوری میخره و صندوق بازنشستگی کشوری پس از خرید سهام شرکت متوجه پنهانکاری مدیر عامل شرکت، یعنی که همین یوسف داوودی، درباره تعهد پرداخت 300 میلیون یوان برای تأمین مالی پروژه شد. تعهدی که در هنگام خرید آگاهانه افشا نشده بود و پس از مشارکت صندوق بازنشستگی کشوری متوجه این موضوع می شود، که به نظرم اصلا این حرف پرته، برای اینکه یعنی چی که صندوق بازنشستگی همشون دستشون تو کاره، یعنی چی صندوق بازنشستگی کشوری نفهمیده بود که این 300 میلیون یوان میشه چقدر؟ های کلانتری 300 میلیون یوان
به دلار. عرض کنم که رقم اصلیش 412 میلیون یوانه که حالا اینو نمیدونم چرا تو رسانه اومدن این 300 میلیون رو مطرح کردن، چون اون سندی که ما داریم بهمون رسیده 412 میلیون یوان بوده که ایشون اختفا کرده از بدهیش سال 90، معلومه سال 96 اون، برای همین میگم این پوتشی فعال بود داشتن کار میکردن. یه چیزی نزدیک 2800 میلیارد تومان، یه چیزی نزدیک 2800 میلیارد تومان. خب این با همین، با توجه به همین موضوع، البته بازم میاد این قرارداد سر میگیره و شرکت چینی، و یه نکته دیگه هم هست آخه، این میگه بانک به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط مدیر عامل همین یوسف داوودی، این پروژه در سال 1400 افتتاح شد. تأخیر در افتتاح پروژه شرکت در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه کرد. علاوه بر اقساط معوقه شرکت نیز جریمه شد. حال شنیده ها که از آن است که بانک صنعت و معدن که واسطه چینیا بوده سر وام گرفتن برای این قضیه، وثائق شرکت را به اجرا گذاشته. ضمانت صندوق در بانک 2 میلیارد سهم پتروشیمی جم با، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، با ارزش نزدیک به 8000 میلیارد تومان است. که خب اینو من نمیدونم. سوال یک، آیا همچنان این یوسف داوودی که رئیس هیئت مدیره پتروشیمی مسجد سلیمانه بدهکاره؟ یعنی اون 3000 میلیارد تومان رو همچنان بدهکاره؟ عرض کنم بدهکار چیه؟ اصلا این اولا اینش که شما گفتید، اصلا چجوری امکان داره که این اومده سهامو بفروشه و وقتی که داشته سهامو منتقل میکرده تونسته 412 میلیون یا معادل 2800 میلیارد تومن رو مخفی کنه؟ شما به یک حسابدار کافی شاپ، یعنی یکی که حسابداری در حد یک کافی شاپ بلد باشه، نمیتونه اینجوری سرش کلا بذارید. در حالی که اینجا دو طرف، یکی صندوق بازنشستگی بوده، یک شمی آقای یوسف داوودی بوده، اصلا غیر قابل باوره. به هر کسی شما بگی اصلا اینو باور نمیکنه، اینو اصلا غیر باوره. حالا ما به بعدش هم رسیم، بعدش خیلی جالب تره. یعنی اینها اول یه تبانی کردن و آقای یوسف داوودی اومده 3000 میلیارد تومان سر صندوق بازنشستگی کلاه گذاشته در واقع، و این بدهی‌ها رو مخفی کرده و حالا پولا رو چیکار کرده خدا میدونه، حالا این قسمتش رو چیکار کرده. بعد جالبتر اینه که این مدیریت جدید اومدن که مثلا مچ دوز قبلی رو بگیرن، خودشون دوزی جدید کردن. یعنی این دیگه خیلی جالبه. یعنی این مرحله رو دیگه تقریبا هم اینا پاس کردن، فکر کنم هیچ دیگه پاس نشده. اینا اومدن به بهانه این که ما میخوایم این مچ این دوز رو بگیریم که قبلا اومده این کارو کرده، خودشون یه دوزی دیگه کردن. این تیم جدید، یعنی این آقای زمانپوری که اومده شده مدیر هلدینگ سبا انرژی، اومده رفته یه طرح دعوا کرده، یه دعوای حقوقی تو دادگاه که بهانه اینی که ما میخوایم این پولو، چون این عدم ایفا به تعهدات قراردادش کرده، این پولو برگردونی. بعد اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این دیگه خیلی جالبه. اینا اومدن یه دونه مشاور حقوقی داشتن به عنوان وکیل که اومده تو رسانه هم هیچ جار زده که آقا من تبرعاً دارم این پرونده رو قبول میکنم، یعنی مجانی بله، مجانی دارم این خدمات انجام میدم، با یه قاضی دادگاه حقوقی بستن با یه دونه وکیل دیگه به عنوان داور، و در همین پروسه که میخوان پول رو پس بگیرن، که معلوم نیست حالا تا کی پس بگیرن، ممکنه به بحث ظهور اینها هم بکشه، 50 میلیارد تومان دیگه پول نقد از سفره بازنشسته دوباره برداشتن توی پتروشیمی. 50 میلیارد تومان حق داوری برداشتن؟ حق داوری فقط. اینو کی برداشته این حق داوری رو؟ حق داوری رو در ظاهر یه رأی از شعبه حقوقی دادن. این خیلی جالب، این دیگه خیلی جالب، این از اون چیزاست که یک قاضی دادگاه حقوقی که من الان اینجا اسمشو باید بخونم، آقای سجاد مظلومی قاضی اون شعبه دادگاه بوده، رأی داده شد دعوای شما 412 میلیون یوانه
پس هزینه چیزش چی میشه؟ هزینه داوریش مطابق آیین‌نامه حق ذمه داوری مصوب 2980 میشه 8,240,000 یوان که مثلا میشه 24.5 میلیارد تومان هر طرف. این اینی که تو این گزارششون نوشتن. این رأی رو کی داده؟ این آقای سجاد مظلومی. حالا نکته کجاست؟ نکته اینه که آیین نامه اتفاقا کاش که توی یک برنامه بشه برسیم به این حقا. انقدر با همین قانونی که از سال 80 اجرا میشده این آیین نامه فساد انجام شده بوده توی صندوق های توی داوری ها ریاست به اصطلاح قوه قضاییه در دوره جدید میاد یه آیین نامه جدید ابلاغ میکنه. آیین نامه جدید میگه چی؟ در 5/6/1400 این تو روزنامه رسمی هست، یعنی تاریخ ابلاغ 9 شهریور 1401 زده تایه تبصره داره میگه در دعواهای مالی حداکثر حق داوری 1.5 میلیارد ریال است. یعنی میگه آقا شما بیشتر از 150 میلیون تومان نمیتونی بگیری. تمام این درصد اینا رو جمع کرده. خب این قاضی دادگاه حقوقی اومده به بخشنامه 20 سال پیش این ارجاع داده، بخشنامه جدید مال سال 1400 اینجا روزنامه رسمی منتشر کرده. مگه میشه اصلا؟ مگه امکان داره؟ یعنی اصلا دزدی و فساد جوری علنی شده اصلا هیچکی به هیچکیه، معنی چه خبر توی این مملکت؟ یه قاضی، یه وکیل دیگه این شده داور، اینم میگه تبرعی، اونم استناد به یه آیین‌نامه باطل شده 50 میلیارد تومان از اموال بازنشسته هایی که هر روز هم میان تو خیابون میگن آقا پول ما کجاست، کشیدن بالا خوردن رفته. آقای کلانتری عزیز، در این 2 دقیقه‌ای که مونده جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم درباره پتروشیمی مسلمان و صندوق بازنشستگی کشوری بگین که این جمع‌بندی رو بکنیم ببندیم فعلا برای این برنامه. عرض کنم که جمع‌بندی که واقعا این موضوع خیلی مهمه، موضوع حالا صندوق‌های بازنشستگی، حالا این مسجد سلیمان تقریبا و این بحث داوری، به نظر من این نوک کوه یخی که زده بیرون از این فسادی که داره انجام میشه توی صندوق‌های بازنشستگی. اصلا تبعات این هم به نظر من این باعث شده که همین آقای ترکی هم چند روز پیش دوباره ورش داشتن و این آقایون هم نمیدونم چی میشه حالا سرنوشتشون و اینا. اما به نظر میاد همین یوسف داوودی که سر رئیس هیئت مدیره است همین الان که یعنی اصل این باند محسن رضایی، امیدوار رضایی، داداشیش و این یوسف داوودی سر جاشونن. آقای یوسف داوودی رجانیوز گزارش داده بود 12 بند تخلفات از ایشون نوشته، بابت هر بندش این باید 1-2 سال بره زندان. من نمیدونم چطور داره راست راست میگرده، یعنی چه خبر اصلا نمیدونم. همین الان همین یه موردی که 2800 میلیارد تومان پولی که ماره چیز بوده سر بازنشسته کلا گذاشته، کجا رفته این پول؟ مگه پول کمیه؟ این پول رو چیکار کرده؟ این پول گرفته دیگه. این وقتی میگه مخفی کرده این درآمد چیزو بدهیو، یعنی گرفته دیگه، ما با تفاوتشو دیگه، یعنی بابت اون سهمش پولو کامل گرفته، اما نگفته من 2800 ببین چقدر گرفته، اونو نمیگن. تازه حالا اونو باید بیایم در بیاریم که چقدر بابت اون سهامه ببین پول دادن که فقط 2800 میلیارد تومنش اون وسط قایم کرده آقای یوسف داوودی. تازه یه شرکتی هم زده بوده واسطه، خیلی جالبه، یه شرکت واسطه ای زده بوده تمام این به اصطلاح سفارشات چیز هم میداده به اونجا، مار پسرش و برادرش بوده، از اون ورم میری میرسه به اون فرامند هاشمی و به اون خیریه توانمندسازی خوزستان. ما تو خون توی پتروشیمی بختیاری فکر میکنم یه همچه اسمی داره. نه پتروپالایش نه، یه شرکتی بوده اون وسطه ها زده بوده که به اسم پسرش بوده و تمام به سفارش های چیز رو میداده اینجا اونجا. های کلانتری، من فکر میکنم که باید یک وقت مفصل تلی بذاریم و خواهیم گذاشت، اگر نه هفته آینده باید ببینیم با هم تنظیم بکنیم، باز خدمتتون باشیم درباره همه این موضوع ها مفصل و دقیق صحبت بکنیم. شبتون هنوز متاسفانه خبر دقیقی از
حال آرمیتا گراوند نیست، دختر دانش آموزی که یک شنبه از مدرسه برمیگشت خونه تو مترو، چون که شواهد پیداست و حکومت سعی میکنه با غبار آلود کردن فضا و دروغ پراکنی این حقیقت رو پنهان بکنه، برخورد میکنن باهاش گشت حجابانشون، همین فاطمه عره‌هایی که تو مترو این ور اون ور گذاشتن و طفلی میخوره زمین، سرش آسیب میبینه، عکسایی هم که توی بیمارستان سرش بسته است دیدین، علارغم تمام آنچه هایی که جمهوری اسلامی میگه که اصلا سرش آسیبی ندیده. و متاسفم برای اون پزشکانی که میان و حرفای اطلاعاتی های جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن. خبرهایی که در این یکی دو روز گذشته، مخصوصا 24 ساعت گذشته مطرح شد، بازداشت مادر آرمیتا در بیمارستان بود که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن بازداشت شده است و چنان که شاهدان هم میگن با خشونت هم بازداشت میشه، و بعد دوباره خبر گزاری‌های به ویژه سپاه مثل تسنیم میان تکذیب میکنن، اکیداً تکذیب میشود بازداشت مادر آرمیتا. این جور مثلا خبر رسانی ها، این به شک انداختن ذهن جامعه، این غبار آلود کردن فضا، عرض کردم فقط برای اینه که شفاف مردم نبینن نشنون چه شده سر ماجرای کشته شدن مهسا امینی در اداره آگاهی تهران و در بازداشتگاه. در واقع همین خبرهای زد و نقیض جمهوری اسلامی پخش میکرد و خب مردم البته دیگه انقدر نخنما شده اینجور خبررسانی های مثلا خبررسانی های دستگاه حکومتی که مردم خب میرن دنبال حقیقت خودشون پیدا میکنن. در مورد آرمیتا گراوند هم همینطوره، عرض کردم درباره بازداشت مادرش که بعد اومدن تکذیب کردن و نمیدونیم ما که آیا حقیقتاً کجاست مادر آرمیتا این لحظه. و بعد باز خبری بود که گشت حجابان از متروها جمع کردن. خب سه روز بعد از اتفاقی که برای آرمیتا افتاد در مترو بیان به گشت حجابانشون رو فرا بخونن از متروها، اینا بوی خوشی ازش نمیاد و اون انبوه لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها و به اصطلاح امنیتی هاشون در اطراف بیمارستانی که آرمیتا گراوند توش هست، میگم بوی خوشی نمیده. امیدواریم که خبر خوبی بشنویم. اما اینجور خبر پراکنی ها یا در واقع دروغ پراکنی های جمهوری اسلامی و ضد و نقیض حرف زدن هاش در رسانه های خبریش، تا این لحظه از سرنوشت آرمیتا گراوند خبر دقیقی من ندارم متاسفانه. و این ماجرای حجاب و اصرار جمهوری اسلامی بر اعمال حکومت ایدئولوژیکش به هر وسیله، به طور طبیعی این حکومت ایدئولوژیک این اصرار رو داره، به هر حال نسل‌های جدید جوان نوجوان رو در مقابلش هرچه بیشتر قرار میده، هرچه بیشتر جمهوری اسلامی این جنایت ها رو انجام بده. در بلوچستان پارسال دیدیم در اعتراض به تجاوز جنسی سرهنگ ابراهیم کوچکزایی رئیس پلیس چابهار به یک دختر خردسال در شهریور 1401، عده‌ای از مردم در چند شهر بلوچستان تجمع کردند در زاهدان بعد از نماز جمعه 8 مهر 1401 جلوی کلانتری 16 این شهر جمع شدند
علیه حکومت شعار دادن، به سمت کلانتری سنگ پرتاب کردن، از داخل کلانتری و از پشت بوم ساختمان‌های اطراف مصلی زاهدان مردم رو گرفتن زیر رگبار و با تک تیرانداز و با هلیکوپتر در عرض یک ساعت دست کم 121 نفر رو کشتن که توشون 19 تا بچه بود. تظاهرات اعتراضی و شعارهای ضد حکومتی هر جمعه از اون روز سیاه تا امروز بی وقفه در زاهدان و چند شهر دیگه بلوچستان جریان داشته است. کشتن و زخمی کردن مردم بلوچ هم به بهانه های مختلف ادامه داشته توسط حکومت. آمار دقیقی نیست. به گزارش حالوش، همین هفته پیش در سالگشت جمعه خونین زاهدان و در سرکوب معترضان و شهروندان در اعتراضات روز جمعه و شنبه هفتم و هشتم مهر دست کم 36 شهروند مجروح شدند که 8 تن از آنان کودک بودند و حداقل 216 تن تا لحظه تنظیم این گزارش بازداشت شدند. این تنها هفته کشته شدن ها و زخمی شدن ها و بازداشت شدن ها و شکنجه شدن ها در بلوچستان نبود. در تمام این یک سال گذشته جنایت های جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ بی وقفه ادامه داشته و می دانیم که بلوچستان محروم ترین استان ایرانه. یک نمونه کوچیک بگم که یه جورایی مربوط به برنامه مون هم میشه. چابهار جنوبی ترین استانه، جنوبی ترین ببخشید شهر استان سیستان و بلوچستان با شهرستان های اطرافش با بیش از 800 هزار نفر جمعیت فقط یه دونه بیمارستان داره، بیمارستان امام علیشون. به این همه مجروح و شکنجه شده جسمی و روحی این مردم کی رسیدگی میکنه؟ دو هفته پیش تو همین برنامه صفحه آخر شبکه درمانی زیرزمینی خورشید سرخ رو معرفی کردیم که شبکه زیرزمینی و فعال در ایران که اواخر شهریور 1401 در کردستان شکل گرفت و در برنامه کارنامه یک ساله فعالیت شبکه خورشید سرخ رو خدمتتون ارائه کردم و گفتم که این شبکه چگونه با مردم ارتباط گرفته، چند صد نفر از زخمی‌های کف خیابون مداوا کرده و چگونه به شهرهای دیگه گسترش پیدا کرده، خارج از استان کردستان هم، و اخیراً جزوه کمک‌های خیابانیش که دارین می‌بینین آنلاین منتشر شده که هر کسی می‌تونه از این طریق لااقل آموزش‌های اولیه رو ببینه. این هفته الان که خدمتتون هستم یک سال از تأسیس مهسا مدیکال می‌گذره. مهسا مدیکال رو دکتر آرش علایی و دکتر کامیار علایی برای کمک به آسیب دیدگان انقلاب مهسا تشکیل دادن. برادران علایی در خارج از ایران زندگی میکنن و مهسا مدیکال هم در خارج از ایران تأسیس شده. بیشک در این یک سال فعالیت های این مرکز بین المللی گسترش پیدا کرده. سوال: برای زاهدان چه کرده مهسا مدیکال و کلن برای بلوچستان زخمی و محروم؟ در خدمت آقای دکتر آرش علایی هستیم از بنیانگذاران مهسا مدیکال. خوش آمدید آقای دکتر علایی به امشب صفحه آخر. آقای دکتر، من سوال مطرح کردم، چه کرده مهسا مدیکال برای کمک به مردم بلوچ در این یک ساله؟ درود فراوان به شما و بینندگان محترمتان. من با اجازه شما میخوام عمق همدردی و تأسف خودم را از عزیز همشهریم آرمیتای گرامی که این چنین مورد ضرب و جرق قرار گرفته و به این حالت افتاده برسانم. تأسف عمیق خودمه به خانواده ایشان، به خود ایشان، و امیدواریم هرچه زودتر ایشان سلامتی خودشان رو پیدا کنن. ولی جناب فلاحتی، من میخوام با این مقدمه شروع کنم که ببینید به چه روزگاری رسیدیم که همه در انتظاریم که خدا کند که آرمیتا فوت نکنه. نگاه نمی کنیم که چه ظلمی، چه آسیبی به او وارد شده، به اون دختر خردسال زیر 18 سال و به هر علتی دچار یک مصدومیتی شده که باعث شده در بیمارستان به حالت بیهوش بستری بشه. این عمق فاجعه و عمق خشونت سیستم حکومتی ایران رو نشان میده.
برگردم به سوال شما. در سیستان و بلوچستان همونطوری که فرمودید ما این هفته اولین سال تشکیل محصار متاسفانه نمیخوام بگم جشن میگیریم، دور هم جمع خواهیم شد که ببینیم چه کارهایی کرده ایم و چه کارهایی خواهیم کرد در آینده نزدیکی. یکی از شهرهایی که ما سعی کردیم از راه دور با کمک همکاران خدمات ارائه بدیم زاهدان و شهرهای اطراف بلوچستان بود. با توجه به گزارش هایی که ما داریم، با توجه به آزمایش ها، عکس های رادیوگرافی، معاینات از راه دوری که ما انجام دادیم برای عزیزانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند توسط نیروهای قهریه، نوع خشونتی که اعمال شده بود در زاهدان و در شهرهای اطراف در بلوچستان بسیار بسیار شدید بود، یعنی از در بعضی جاها از گلوله های جنگی استفاده کرده بودند، چنان میپنداری که میخواستن وارد جنگ با دشمن بشن. برای اینه که پترن، یعنی حالتی که ما نگاه میکنیم با توجه به حدود 1900 نفر عزیزی که ما خدمات دادیم و شدت جراحاتشان شدید بوده، وقتی ما مقایسه میکنیم آسیب هایی که در بلوچستان داشتیم، آسیب هایی که در کردستان، مقایسه میکنیم با سایر شهرها، میبینیم خشونت به کار رفته در بلوچستان بسیار زیاد بوده، بعد در کردستان رو داریم، بعد در ایزه و بعد در شهرهای مثل تهران و شهرهای بزرگ. پس یک حالت خشونت بسیار شدید بوده. یک نمونه‌ای که من میخوام باز متاسفانه اینجا معرفی کنم، کودک 16 ساله‌ای بود که با گلوله جنگی به اون 4 بار شلیک شده بود، دو پاش فلج شده بود و مدت‌ها در بستر بود که زخم‌های بسترش حالتش بهبود پیدا کنه. یکی از تأسف آورترین نمونه‌هایی بود که ما در طی این یک سال دیدیم و متاسفانه هنوزم اون کودک از لحاظ حرکتی دچار مشکله و واقعا تأسف آور. آقای دکتر، در بقیه استان‌ها، به کردستان اشاره کوچکی کردید، در بقیه استان‌ها غیر از زاهدان چه کردید؟ یعنی کارنامه یک سالتون رو اگه بخواین مروری بکنین چه میگین؟ سپاسگزارم از این وقتی که به من میدید که من بتونم کارنامه یک ساله رو خدمت شما و بینندگان معرفی کنم. ببینید، همونطوری که فرمودید، وقتی که ما سال گذشته دیدیم بعد از آغاز قیام مهسا، انقلابی که در انجام هست آغاز شد، اول در ابتدا خشونت هایی که نیروهای قهریه به مردم وارد میکردن مورد توجه ما قرار گرفت. من و کامیار با یک سری از دوستان عزیزی که داشتیم دور هم جمع شدیم به خاطر گذراندن دوره حقوق بشر که خصوصا در زمینه آسیب ها و شکنجه ها هست که من و کامیار چند سال پیش داشتیم، گفتیم شاید آغازی بشه که این ها رو مستند کنیم، یعنی این خشونت هایی که به مردم وارد شده از طرف تیم پزشکی، چون ما میدانیم گزارش های ژورنالیستی هست، گزارش های وکلا هست، ولی برای محکمه بردن نیاز به گزارش های پزشکی هست. به این خاطر ما پروتکل استانبول رو مد نظر قرار گرفتیم. همینجا تشکر میکنم از هنرمند ارجمند داریوش اقبالی که از ابتدا به ما بسیار کمک کردند. داریوش اقبالی و تلویزیون آینه هم به ما کمک کرد. ما دور هم جمع شدیم با گروه های همکارمان و ارائه کردیم این پروتکل به دست مردم برسه و ما بتونیم اینا رو مستند کنیم. ولی چند هفته که بعد گذشت و ما دیدیم این خشونت ها طوری شده که فرد مجروح رو میرن از بیمارستان، از ICU بیرون میکشن از مراقبت های ویژه، به پزشکان حمله کردن، یعنی مکانهای بهداشتی درمانی و بیمارستانی رو وقتی ناامن کردن، بلافاصله ما اقدام کردیم به فراخوان برای همکاری سایر عزیزانی که در رشته های پزشکی، رشته های مختلف هستن، که بتونیم خدمات از راه دور بدیم. دقیقاً 13 اکتبر ما این شروع کردیم و حدود 20 اکتبر ما خدمات از راه دور آغاز کردیم به سراسر ایران.
در طی این مدت ما سه کار اصلی داشتیم. یک، ارائه مشورت به عزیزانی که دچار آسیب شده بودند. این مشورت ها آسیب های جسمی و آسیب های روان، و در صورتی که نیاز داشتند به همکاران عزیزی که در ایران فعال بودند. همینجا من خواهش میکنم این بینندگان عزیز توجه داشته باشند که همکاران پزشک، همکاران روان پزشک و روانشناس در ایران واقعا فوق‌العاده کار کردند. درسته که اسمشان نمیاد، ولی واقعا ما با در اطلاع هستیم، شبانه روز سعی کردند به هر صورتی خدمات رو برسانن، ولی خب جاهایی که محدودیت داشتن ما توانستیم اون محدودیت هایی که وجود داشته از راه دور بتونیم برطرف کنیم، و اونجایی که نیاز داشتن بیماران ما به خدمات، به بیمارستان های درمانگاهی که امن بودند و با ما همکاری داشتن مراجعه کنند. دو، خدمات آموزشی. به سبب اینکه اینترنت رو دولت کنترل می کرد، در جاهایی که ما اینترنت بسته بود ما دچار مشکل بودیم برای ارتباط با ایران. به این خاطر همکاران در گروه مهسا مدیکال فیلم‌های آموزشی، بروشورهای آموزشی رو درست کردند که ما بتونیم به افراد غیر متخصص آموزش بدیم که آنها خدمات ارائه بدن، خدمات اورژانسی. و سه، اقداماتی که به عنوان بیانیه ها و یا نامه هایی که به سازمان های بین المللی برای فشار بیشتر به حکومت ایران که این خشونت رو کم کنه و پرهیز کنه از این خشونت، پرهیز کنه از حمله ور شدن به پزشکان و مکان های امنی که برای سلامت مردم درست شده. به این خاطر ما چندین نامه و چندین بیانیه به سازمان‌های مختلف بین‌المللی هم فرستادیم. من در همین جا از تمام همکارانم که حدود 202 نفر بودن، و اخیراً خیلی خرسندم که بگم که گروه پزشکان حقوق بشر اتریش و گروه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان هامبورگ هم به ما پیوستند و الان حدود 256 نفر متخصص رشته‌های مختلف با ما همکاری دارن. افتخار می‌کنیم من و کامیار که عضو کوچکی از این گروه هستیم و کماکان به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به عزیزان هستیم. آقای دکتر، بیشتر از ایران با شما تماس میگیرن برای گرفتن خدمات که شما از طرقی که فرمودین، چه مستقیم چه از طریق همکاران پزشک و روان پزشک که در ایران دارین کار میکنین با اینها، یا اینکه شما در واقع میگردین و افرادی که نیاز به کمک دارن رو پیدا میکنین و وصل میشین بهشون؟ میخوام چقدر از ایران امکان این هست که تماس بگیرن با شما؟ خیلی نکته مهمیه و من همینجا میخوام از عزیزانی که در زمینه تکنولوژی فعالیت میکنند خواهش کنم به ما کمک کنند. ما یک خط تلفن داریم که این خط تلفن ما در واتساپ و تلگرام هست، ولی همه ما میدانیم که واتساپ و تلگرام وابسته به اینترنته. به این خاطر وقتی که دولت اینترنت رو کنترل میکنه ما تماس هامون از ایران محدود میشه، ولی تلفن ما کماکان کار میکنه. به این خاطر عزیزانی که در مناطقی هستند که اینترنت امکان نداره دسترسی داشته باشند، میتونن با فرستادن یک تکست به ما اطلاع بدن و ما با اونها تماس بگیریم. یعنی خط تلفن ما به صورت زمانی که قبل از اینترنت بود فعال هست، ولی باز نیاز هست که عزیزانی که در زمینه تکنولوژی کار میکنند به ما کمک کنند که ما بتوانیم اگر دولت اینترنت ها رو کنترل کرد یا سرعت اینترنت رو پایین آورد، راه تماس برای ما امکان پذیر باشه. بیشتر تماس های ما از ایرانه، یعنی ما در رسانه های اجتماعی، خیلی سپاسگزارم از شما و تلویزیون آمریکا، خیلی کمک کردن به ما در اطلاع رسانی و سایر تلویزیون ها، و همونطور که گفتم داریوش اقبالی و سایر فعالان، خانم افشینجم، خانم بنیادی، اطلاع رسانی کردن شماره های ما. من با اجازه شما اینجا باز هم شماره رو میگم: 201 مثبت 1 213 392 94 30. این شماره تماس ماست. من یک بار دیگه میگم: 201 یا مثبت 1 213 392 94 30. از این طریق میتونن با تلفن تکست بزنن، اگر اینترنت دارن با واتساپ یا تلگرام با ما تماس بگیرن. ما 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت عزیزان هستیم. منتها من باید این رو روشن کنم که ما به خاطر اینکه نیاز بیشتر در ایرانه، خدمات ما برای عزیزانیه که در ایران هستن.
ما متوجه هستیم، میفهمیم بسیاری از عزیزان یا مهاجرت کردند یا پناهنده شدند یا فرار کردند از ایران و در کشورهای دیگری هستند که آنها هم نیاز رسیدگی بهداشتی درمانی دارند. به سبب محدودیت ما فعلا گروه هدفمان درون ایرانه، به این خاطر که می‌دانیم خارج از ایران حداقل اون محیط امکان داره که امتر باشه برای عزیزان که دسترسی پیدا کنن به خدمات بهداشتی درمانی. و در آخر این قسمت هم من میخوام اینو ذکر کنم آیه فلاحتی، که واقعا عزیزانی که در ایران در رشته های سلامتی دارن کار میکنن از دل و جان مایه گذاشتن. همونطوری که گفتم ستایش اصلی به عزیزانی که در ایران هستند، ولی همه افراد اینجا کار دائم تمام وقت دارن، ولی باورتان نمیشه عزیزی در بین اتاق عمل در بین عملاش جواب بیمارا رو داده، عزیز دیگری خدمات روانشناسی روانپزشکی بوده همینطور داده. یعنی واقعا به طبق اخلاص گذاشتن و هر چی زمان آزاد داشتن در اختیار گذاشتن که بتونن این خدمات به نحو احسن ارائه بدن. بله آقای دکتر عزیز، به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست، به سخندانی نیست. خب بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر آرش علایی از بنیانگذاران محصول مدیکال. آقای فلاحتی اگه من اجازه دارم یک دقیقه من فقط بگم فرصتون خواهش میکنم چون فرصت خیلی محدوده. ببینید نکته ای که من میخوام بگم، گروه محصول مدیکال تنها گروه نیست، گروه های دیگه هم داریم به نام بنیاد کیان، گروه پزشکان حقوق بشر اتریش آلمان، گروه حقوق بشر ملبورن، گروه زن زندگی آزادی ملبورن، گروه زن زندگی UCSF، گروه آیفا که انجمن بین‌المللی پزشکان کادر درمانی ایران، گروه های دیگری هم هستند. ما یک کار دیگه‌ای که کردیم، گروه ها با نظرهای مختلف ولی هدف مشترک همان تعالی انسان و سلامتی و بهزیستی انسانه، دور هم جمع شدیم و یک گروه بزرگتر، گروه سلامتی آیدار درست کردیم. این پیامی است به سایر فعالان، خصوصا فعالان سیاسی، که اگر هدف تعالی انسانه، اگر هدف تعالی بهزیستی تک تک افراد ایرانه، خواهشی که ما داریم صرف نظر از عقاید سیاسی، قطعا در بین 250 نفر عضو مهسا تفاوت‌های دیدگاه سیاسی هست، قطعا بین 10-15 گروه سلامتی که ما با هم در چتر آیده آمدیم تفاوت دیدگاه سیاسی است، ولی چون تعالی افراد تک تک افراد، ما اینها رو کنار گذاشتیم و متمرکز شدیم برای بهزیستی اون مردم. به این خاطر من خواهش میکنم از سایر عزیزان که بیان و اون قدرت طلبی ها و نگاه های شخصی رو کنار بگذارن، از خود بگذارن برای کمک به دیگران. سپاسگزارم آقای دکتر آرش علایی. بریم پرده آخر. و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم، و اینطور باشه که خدا ما رو محشور کنه در زمره شما، در گروه شما، در بین شما. حضرت داره یک بیانی رو میکنه، یعنی بدان اونی اهل نجاتی که حشرش با در زمره اهل بیت باشه، اینجا باید یک کاری کنی که در زمره آل الله محشور بشی. حالا خودت ببین چیکار باید بکنی. شب روزگار خوش.